سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه تاثیر جراحی با کمک ربات بر سرطان پروستات رو بررسی کنیم. پروفسور توشیکو شیکا در جراحی های اخیر پروستات یکی از روش های درمانی رو که به نام ربات معروفه استفاده میکنه. همطور که آگاه هستید سرطان پروستات در مردان بالای 50 سال شروع به رشد میکنه و در سالهای اخیر با افزایش سن جمعیت تعداد بیماران مبتلا به سرطان پروستات در حال افزایشه. بنابراین تشخیص زود هنگام و درمان آن یک امر مهم محسوب می شود. مزایای استفاده از جراحی توسط ربات باعث می شود که از پیشرفت سرطان جلوگیری کرد. عملکرد ربات بدین صورته که این ربات دارای چندین دست مصنوعی است که به طور خاص چندین سوراخ کوچک در قسمت پایین شکم ایجاد میکنه و دوربین هایی که به ربات وصل شده اند همراه با ابزارهای جراحی در حین کار وارد عمل میشن. به کمک ربات میتوان جراحی سرطان پروستات رو با چندین برش کوچک انجام داد. از آنجایی که شکم باز نمی شود، مقدار خونریزی کم و سرعت عمل سریعتر خواهد بود. علاوه بر این جراحی به کمک ربات انجام عمل جراحی دقیقی است و در عین حال میتوان محل جراحی رو در مانیتورهای مخصوص بزرگتر کرد. از آنجایی که بازوی ربات مانند مفصل انسان به نرمی حرکت میکنه میتوان بخیه زدن رو دقیق و مطمئن انجام داد. با توجه به دقت عمل جراحی احتمال آسیب رساندن به اعصاب بسیار کم میباشد و بهبودی بعد از عمل سریع می باشد. در برخی از بیماران سرطانی به عنوان مثال کسانی که مبتلا به سرطان روده یا سرطان معده می باشند می توان از این ربات هم استفاده کرد. حتی در مواردی اگه سرطان پروستات در مراحل اول تشخیص داده بشه با جراحی با کمک ربات زخم‌های کوچک درمان میشه و انتظار میره در آینده که جراحی برای سایر سرطان‌ها هم امکان پذیر بشود. بعد از عمل جراحی توسط ربات بیمار در بیمارستان به مدت 10 روز بستری میشه و همینطور یک روز قبل از جراحی در بیمارستان آزمایش‌های لازم رو انجام میدن. پس با بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی ربات قرار میگیره. زمان عمل جراحی با ربات در بیمارستان حدود 2 ساعت است. بعد از عمل شخص بیمار قادر خواهد بود که بایستد و راه برود. تقریباً 5 روز پس از جراحی لوله‌های کاتر برای دفع ادرار برداشته میشن. بیمار میتونه به طور طبیعی ادرار کند. همچنین اخیراً دانشمندان ژاپنی به تحقیقاتی دست پیدا کردند که انتظار میره در آینده برای پیشگیری و روش‌های درمانی سرطان پروستات مورد استفاده قرار بگیره. محققان به این حقیقت دست یافتند که باکتری‌هایی در روده وجود دارند که نقش موثری در رشد سرطان پروستات دارند. یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی کازوتوشی فوجیتا دانشیار دپارتمان اورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه کیندای تحقیقات مشترکی را با دانشکده پزشکی فارول تحصیل دانشگاه اوزاکا انجام دادند. محققان متوجه شدند که درجه پروستات بدخیم در ژاپنی‌ها به علت رشد فلور روده‌ای می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از اینه که فلور روده باعث رشد سرطان پروستات میشه و انتظار میره در آینده در پیشگیری و تشخیص سرطان پروستات نیز کاربرد داشته باشه. همینطور مجله بین‌المللی سرطان شناسی منتشر شده توسط انجمن سرطان ژاپن در ماه ژوئیه 2021 تحقیقاتی رو منتشر کرده. در این تحقیقات آمده در سالهای اخیر بروز سرطان پروستات همراه با پیری جمعیت افزایش یافته و این سرطان به شایع‌ترین سرطان در بین مردان در ژاپن تبدیل شده. همچنین سرطان پروستات سرطانی است که ارتباط نزدیکی با عادات غذایی داره و گفته میشه یکی از دلایل افزایش اخیر میزان ابتلا در ژاپن گسترش عادات غذایی به سبک غربی است. از سوی دیگر اخیراً گزارش داده شده که فلور روده و متابولیک های آن در ابتلا به بیماری های مختلفی مانند سرطان روده بزرگ نقش دارند و به عنوان اهداف درمانی جدید مورد توجه قرار گرفتند. همینطور در ایالات متحده گزارش شده که بیماران مبتلا به سرطان پروستات فلور روده‌ای ویژگی منحصر به فردی دارند که نشان دهنده ارتباط فلور روده و سرطان پروستات می باشد. همینطور در تیم تحقیقاتی این گروه گزارش داده شده که تجویز یک رژیم غذایی پرچرب به موش‌های مدل سرطان پروستات منجر به چاقی شده که باعث رشد سرطان پروستات شده است. یک مطالعه اخیر هم ثابت کرده که تغییر فلور روده با تجویز آنتیبیوتیک به موش‌هایی که رژیم غذایی پرچرب دارند رشد سرطان پروستات رو مهار کرده. مسلماً فلور روده بسته نژاد، منطقه و رژیم غذایی بسیار متفاوته و ممکنه فلور روده خارجی‌ها و ژاپنی‌ها بسیار متفاوت باشند. همینطور در ادامه تیم تحقیقاتی دکتر کازوتوشی فوجیتا نمونه‌های مدفوع رو از بیماران ژاپنی مشکوک به سرطان پروستات جمع‌آوری کردند و بر روی ژن‌های باکتری‌های روده تجزیه و تحلیل‌هایی رو انجام دادند و در نتیجه فلور روده مشخصه سرطان پروستات درجه بالا شناسایی شد که نشان میده این فلور روده باعث تکثیر سرطان پروستات میشه. محققان امید دارند در آینده به بررسی بیشتر عادات سبک غذایی مانند رژیم غذایی که باعث ایجاد این فلور روده می شود تحقیقاتی رو به انجام برسانند و با آگاهی دادن با اصلاح عادات سبک زندگی و غذایی و بهبود فلور روده می‌توان از بروز و پیشرفت سرطان پروستات در این بیماران جلوگیری کرد. همینطور محققان دریافتند که هنگام بررسی مدفوع 114 نفر از بیماران متوجه باکتری‌هایی مانند ریچنلا، آریستیپس و لاکنوسپیرا شدند که در سرطان پروستات نقش مهمی داشتند. این باکتری‌ها به تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه معروف هستند و مشابه مطالعات قبلی با استفاده از موش‌های آزمایشگاهی باکتری‌های روده‌ای که اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تولید می‌کردند نیز ممکن بر سرطان پروستات در انسان هم تأثیر بگذاره. این تحقیق نشان میده که باکتری‌های روده مشابه اونهایی که در موش‌های مدل سرطان پروستات یافت می‌شدند با سرطان پروستات درجه اول در انسان هم مرتبط هستند و ممکنه عاملی در ایجاد و پیشرفت سرطان پروستات باشند. انتظار میره در آینده عادات سبک غذایی مانند رژیم غذایی که باعث ایجاد این فلورهای روده‌ای میشوند بررسی بشه و با اصلاح عادات سبک زندگی و غذایی و بهبود فلور روده بتوان از شروع و پیشرفت سرطان پروستات جلوگیری کرد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال بکنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما هم دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.